یک دانش آموز دبیرستانی در ایالت ویرجینیای آمریکا با همکاری معلم و همکلاسی‌هایش و البته موافقت مدیر مدرسه موفق شد با استفاده از پرینتر سه‌بعدی مدرسه برای برادر 6 ساله‌اش یک دست مصنوعی بسازد. همکارم شیده رضایی در استودیو با منه. شیده، بیشتر از این ماجرا بگو که وضعیت بچه چی بوده و چه امکانات خارق العاده ای داشته این مدرسه که یه همچین اتفاقی تونسته بیفته. ببین، این پسر بچه لوکاس از زمان تولد دست چپ نداشته، منظورم کف دست و انگشت داشته، و پزشکان احتمال دادن مربوط به یکی از داروهایی بوده که مادرش در دوران حاملگی نادانسته استفاده کرده بوده. اما در مورد مدرسه که میپرسی، بر خود منم جالب بود و حسابی تحقیق کردم در مورد، نه تافته جدا بافته ای نبوده. در واقع چاپگرای سه‌بعدی از سال 2014 به عرصه آموزش و کلاس‌های درس در آمریکا و بریتانیا وارد شدن به عنوان بخشی از یک پروژه بزرگتر که برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و افزایش بهره‌وری نوجوانان در بازار کار آتی وارد سیستم آموزش پرورش شده و پایه‌گذارش هم یک دانشگاه MIT بوده و یک واحد درسی که در اونجا وجود داشته به نام اینکه چگونه میتوان تقریبا همه چیز ساخت، و اینا واقعا ثابت کردن که همه چیز ساختن، همه چیز رو در جهان میشه ساخت. ولی یک نکته که حتما باید توجه کنیم، طراحی اندام مصنوعی با چیزایی که معمولا تو مدرسه ها ساخته میشه، مثلا میگم لوگوی رئال مادرید، لوگوی مثلا چیزایی که بچه‌ها دوست دارن، طراحی اندام مصنوعی با اون واقعا فرق داره. یک از یک سیستم برنامه‌نویسی کامپیوتری پیشرفته باید استفاده کنه. اون رو یک مؤسسه‌ای به نام Enabling the Future که اونم غیر انتفاعی به صورت مجانی با همکاری این تیم مدرسه در واقع انجام داده و در اختیار گذاشته که این دست پرینت شده. خب حالا این پرینترهای سه‌بعدی توی دنیای پزشکی فقط برای ساخت چنین چیزایی ازش استفاده میشه یا کاربردهای دیگه هم میتونه داشته باشه؟ کاربردش خیلی وسیعه. در واقع میشه گفتش که یک انقلاب در دنیای پزشکی با این پرینترهای سه‌بعدی اتفاق افتاده، فقط به پروتز محدود نیست. بافت‌های مختلف انسان رو میسازن روش، بافت‌های زنده مثل بافت پوست، بافت عضله، بافت استخوان و الی آخر، و اعضای داخلی بدن، احشاء داخلی مثل ماهیچه، به طور مثال بخوام مثالای روشن بزنم، ماهیچه اسفنکتری یا حلقوی که در مری به معده وجود داره، انتهای مری ابتدای معده وجود داره، از طریق این پرینترها به صورت آزمایشی تعویض شدن. و این ماهیچه وقتی که کفایت نداره، بیماری که خیلی شایع ریفلاکس مری رو حتما شنیدین، اسید از طریق معده وارد مری میشه، یه بیماری شایع، تونستن از طریق پرینتر سه‌بعدی با ترمیم اون عضله اسفنکتری حلقوی در ناحیه مری این بیماری رو درمان کنن و آدم‌های زیادی مبتلا به این بیماری رو نجات پیدا کنن. دریچه‌های قلب، یکی از موارد کاربرد بسیار جالب این پرینترهای سه‌بعدی، بیماری‌های دریچه‌ای قلب در کودکان شایع، بسیار شایع، و عمل اون همیشه یک عمل مخاطره برانگیز و به هر حال ناراحت کننده است، هم برای بچه که زیر عمل میره و هم برای خانواده‌اش. از طریق این پرینترهای سه‌بعدی، بازم اضافه می‌کنم، هنوز به صورت آزمایشی تونستن دریچه رو در محل ترمیم کنن یا تعویض کنن، و البته طرحهای بلند پروازانه تری هم دارن ولی هنوز اجرا نشده، مثل که قلب رو عوض کنن، ریه رو عوض کنن، کبد رو عوض کنن. البته یک خبر خوب برای حوزه جراحی های بکشید و خوشگلم کنیم هم وجود داره، پرینترهای سه‌بعدی گونه های جدید ساختن، بینی های جدید ساختن برای مشتریان، چه پشت پلک عوض کردن، پروتز خستان و سایر مقولات. ولی آموزش پزشکی را من اجازه بده اینجا اضافه کنم، با در اختیار داشتن مدل های واقعی شما دیگه لازم نیست که رزیدنت جراحی اعصاب رو ببرین روی مغز یک بیمار آموزش بدین. پرینتر سه‌بعدی قادر شده که احشای مهم مثل مغز، مثل قلب، مثل ریه رو تولید کنه و افراد میتونن، کسانی که دارن آموزش میدن، پروفسورها و دانشجویان، رزیدنت ها، اونایی که دارن آموزش میگیرن، بدون اینکه مریض رو در معرض خطر قرار بدن، یاد بگیرن چیکار کنن. ممنون شیده رضایی که در استودیو با ما بود. ممنون شیده.